آ بیر د دا ت تا پسوند در سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز قرار با هم دیگه یکی از پسوندهای کاربردی زبان ترکی رو یاد بگیریم و همچنین یک سری از صفات و رنگها رو امروز با هم کار میکنیم ما توی ترکی همونجوری که تا الان با هم یاد گرفتیم یک سری از کلماتی که تو فارسی استفاده می کنیم رو به جای اینکه به صورت کلمه بنویسیم به صورت پسوند می نویسیم یکی از اونا پسوند در هست در توی فارسی مثلا میگیم در خانه در آشپزخانه در کیف در اتاق توی ترکی به جای اینکه این کلمه رو استفاده بکنیم یک پسوند استفاده میکنیم که دقیقا همون معنا رو داره فرمولش به این صورت نوشته میشه آد آرت اک آد یعنی اسم که میتونه مکان باشه یک وسیله باشه یا یک شخصی باشه به اضافه اک پسوند پسوند مخصوص در در زبان ترکی دو حالت داره د دا ت تا د دا ت تا پس اول اسممون رو می نویسیم اسم میتونه یک مکان باشه یک وسیله باشه یا یک شخص باشه شخص یعنی چی؟ مثلا ما میگیم یک وسیله پیش یک شخصیه مثلا در نزد شخصیه در نزد منه پیش منه توی ترکی میتونیم از این پسبند، برای این اصطلاح ها استفاده بکنیم پس مکان شخص یا وسیله به اضافه ددا ت تا خب بریم با همدیگه ببینیم پسمندا رو چجوری باید بنویسیم اگر یادتون باشه ما توی زبان ترکی دو مدل روش نوشتن پسمندو رو داشتیم اولیش این بود که توی پسوندا باید چهار تا حرف صدا داره ا، ای، او، او قرار گرفته باشه که از اون روش استفاده میکردیم دومین حالت این بود که پسوندمون با دو تا حرف صدا داره ا و آ باشن ا آ که دقیقا اینجا به روش دوم برمیگرده یعنی د دا ت تا ا آ رو داره بنابراین از اون روش استفاده می کنیم. روشمون چطوری بود؟ گفتیم اگر پسفندمون دو حرف صدا داره و آ رو داشت میایم نگاه می به آخرین حرف صدا داره کلممون. می بینیم که اون حرف صدا دار اینجاست یا کلنه. جز به حروف اینجا هست یا حروف کلن. بعد تشخیص میدیم اگر اینجا بود باید با پسوندی که اینجا داره بیاد یعنی د ت ا در واقع حروف اینجه بود اگر کالن بود آخرین حرف صدا داره کلممون باید دا یا تا استفاده بشه چون آ جزوه کالن هاست ما اینا رو میدونیم میدونیم که چجوری باید این رو پسمنده رو بنویسیم ولی حالا ما دو مدل پسفند داریم یه دونه پسفنده که با د شروع شدن یه دونه پسفنده که با ت شروع شدن از کجا بدونیم تشخیص بدیم که کدوم پسفند برای کدوم کلماته یه نکته اگر آخرین حرف نوشته شده کلمهمون جز به سرد باشه سرد ها رو اگر یادتون باشه هشتا حرف بودن بهتون گفته بودم این حروف بی صدا این هشتا بعضی جاها یک سری قوانین خاص خودشونو دارن که یکی از اون جاها همین جاست اگر آخرین حرف کلمه من روز به اون هشتا حرف باشه از پسونده ای که ت دارن استفاده میکنیم یعنی ت تا ت تا پس چی شد؟ پس یه کلمه رو می نویسیم مثلا مثل مدفاک مدفاک خب مدفاک یعنی آشپزخانه میخوام بگم در آشپزخانه آخرین حرف نوشته شدهش رو نگاه میکنم مد باک که داره که درسته که جزو سرد حرفا هست یا نه هست بنابراین از ت و تا استفاده میکنم از د و دا دیگه استفاده نمیشه توی این کلمه خب حالا با توجه به آخرین حرف صدا دارش علامت زدم چیه آ آ خب آ کلن بود یا اینجا بود کلن خب کلن با کلن میاد درسته کلن با کلن میاد پس آ کلن ت تا کدوم کلینه گفتیم تا چون آ داره پس چی میشه میشه مطفک تا مطفک تا در آشپزخانه مطفک تا پس اگر آخرین حرف نوشته شده ای کلمم جزو سارت هارف لر باشه از دو پسفند ت و تا استفاده می کنیم تا در آشپزخانه. حالا اگر کلمه معمولی باشه یعنی آخرین حرفش سارت هارف نباشه مثال بزنیم مثلا اودا او دا یعنی اتاق اودا اتاق خب میخوام بگم در اتاق آخرین حرفش حرف نبود بنابراین د دا خب آخرین حرف صدادارش چیه آ بعد از آ چی میاد کلن میاد چون کلنه خب د دا کدومشون کلنه دا دا پس میشه اودا دا اودا او دا, دا در اتاق اودا دا, دا. اودا دا در اتاق پس ما برای نوشتن در نزد توی زبان ترکی یک پسوند داریم دا تتا دا برای کلماتی بود که آخرین حرفشون حرف معمولی باشه تتا برای کلماتی که آخرین حرفشون جز حروف سرد حرفا باشه بریم با هم دیگه مثالای بیشتر ببینیم مثلا میخوام بگم کتاب 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 ماسا میز ماسا میز میخوام بگم کتاب در میزه اصطلاحا میگیم در توی فارسی بیشتر روی میز ترجمه میکنیم ولی میشه همو در میز خب میخوام بگم کتاب در میزه خب کتاب نوشته میشه ماسا ماسا اون وسیله که یه چیزی روشه یه چیزی در آن وسیله است بنابراین ماسا به اضافه ددا تتا ماسا آخرین حرفش سرد حرف هست یا نه؟ نیست پس د دا آخرین حرف صدادارش چیه؟ آ آ, آ. پس آخرین حرف دار آ آ کلونه یا اینجه کلونه با کلون میاد پس میشه کتاب ماسادا کتاب ماسادا کتاب در میزه کتاب ماسادا مثال بعدی مثلا تخم مرغ یومورتا یومورتا تخم مرغ یومورتا سپت سپت میخوام بگم تخم مرغ در سبده تخم مرغ در سبده خب اول یومورتا بعد سپت سپت آخرین حرف سرد هست یا نه؟ ت داره پس هست خب با توجه به این من باید از ت تا استفاده کنم آخرین حرف صدا داره سپت ا خب ا کلونه یا اینجه؟ اینجه ت تا کدومش اینجه بود؟ ت هست میشه یومورتا سپت ت یومورتا سپت ت ت آخرش چون دوتا ت کنار همان کامل باید تلفظ بشه هر جفتش یعنی میگیم یومورتا سپت ت نیا کنی یه مکس میکنم یومورتا سپت ت تخم مرغ در سبده مثال بعدی دکتر دکتر همون دکتر هاستانه هاستانه میخوام بگم دکتر در بیمارستانه هاستانه میشد بیمارستان خب می دکتر هاستانه آخرین حرف هاستانه سرد هرس یا نه نیست پس د دا آخرین حرف صدا دارش ا کالین یا اینجه اینجاست بعدش اینجا میاد د دا میشه دکتر هاستانه ده دکتر هاستانه ده دکتر در بیمارستانه دکتر د یه مثال دیگه بزنیم الما الما یعنی سیب آچ آچ یعنی درخت آچ میخوام بگم سیب در درخته روی درخته الما آچ آچ آخرین حرف سرت هست یا نه؟ چه سرته پس از ت یا تا استفاده میشه آخرین حرف صدا داره آچ آ آ کلمه بعدش کلون میاد یعنی تا میشه الما آچ تا الما آچتا تا سیب در درخت الما آچ تا بریم با هم دیگه یک متن بخونیم داخل این متن از این پسوند خیلی استفاده شده و پسوند رو من با رنگ سبز مشخص کردم یک دور با هم دیگه متن رو بخونیم بعدش با هم ترجمه کنیم بعد بریم چند تا سوال با توجه به این متن انجام بدیم Merhaba. Benim adım Esra. Burası bizim evimiz. Evimizde bir yatak odası, bir genç odası, bir çocuk odası, bir mutfak ve salon var. Benim odamda bir elbise dolabı ve yatak var. Yatak odasında bir elbise dolabı, bir yatak ve bir masa var. Salonda koltuk takımı. Televizyon ve sehpa var. Mutfakta buzdolabı, mutfak dolabı ve ocak var. Balkonda sandalye var. Bahçemiz çok büyük ama havuz yok. Evimizi çok seviyorum. گفته بود مرحبا سلام بنیم آدم اسرا اسم من اسراه براسی بیزیم اویمیز براسی گفته میشه اینجا داره اشاره میکنه میگه اینجا بیزیم اویمیز مالکیت بیز میشد ما بیزیم اویمیز یعنی خانه ما پس بوراسه بزی ایبی میز اینجا خونه ماست ایبی میز ده بیر یاتاک اودسه بیر گنج اودسه بیر چوچک اودسه بیر مطفاق و سالون وار ایبی میز ده ایبی خونه ما ایبی میز در خانه ما پسفند دیدا تیتا در خانه ما بیر یا تاک یاتاک یا تاک اتاق خواب یک سری اصطلاحات مربوط به بخش های مختلف خونه رو هم یاد میگیریم حتما حتما یادداشت بکنید که موقع دوره کردن به مشکل بر نخورید یا تاک اتاق خواب بیر گنج اداس بیر یعنی یک گنج ادس یعنی اتاق جوانانه نوجوانانه گنج ادس بیر چجوک ادس چجوک یعنی بچه چجوک ادس اتاق بچه بیر موتفاک موطفاک آشپزخانه و و سالنوار سالن هست پس در خونمون یک اتاق خواب یک اتاق جوان یک اتاق کودک یک آشپزخانه و سالن هست بنیم ادام دا بیر الویس دولابه و یا تاک وار بنیم ادام دا ادا اتاق بنیم ادام اتاق من مالکیت داره حالا بنیم ادام دا در اتاق من بیر البیسه دلابو و وار البیسه دلابو دلاپ یعنی کمد البیسه دلابو کمد لباس یک کمد لباس و یاتاک وار و تخت هست یاتاک یعنی تخت تخت خوا یاتاک پس بنی مدامدا بیر البیسه دلابو و یاتاک وار در اتاق من یک کمد و, و تخت هست. یاتاک اوداسوندا بیر البیس دولابی بیر یاتاک و بیر ماسا بار. یاتاک اوداسوندا یاتاک اوداسو گفتیم میشه اتاق خا. یاتاک اوداسوندا در اتاق خا، خب. بیر البیس دولابی یک کمد لباس بیر یاتاک یک تخت و بیر ماسا بار ماسا می شد میز و یک میز هست پس یا اداسون دا بیر ایلویس دولبه بیر یا تاک و بیر ماسا بار در اتاق خواب یک کمد لباس یک تخت خواب و یک میز هست سالون دا کلتوک تاکمه تلویزیون و سه پاوار سالون دا در سالون کولتوک یعنی مبل کولتوک تکمه یعنی مبلمان کلا به اون ست مبلمان میگیم کولتوک تکمه تلویزیون تلویزیون و سهپا بار سهپا به این میزهای کوچک یا اصلی گفته میشه به این میزهایی که جلوی همین مبل قرار میدیم یا اون میزهای کوچکتر کلا میگیم سهپا سهپا پس سالون دا کلتوک تکیمی تلویزیون به سهپا وار در سالن مبلمان تلویزیون و میزه اصلی هست یا میزه کوچک هست موتفاک تا بوز دولبو موطفاک دولبو و اجاک وار موتفاک تا در آشپزخانه بوز دولبو بوز دو دا ب یخچال بوز یخچال مطفاق دولابه کمود آشپزخانه که بهش میگیم کابینت و اجاک وار اجاق میشه همون اجاق گاز پس میگیم مطفاق تا در آشپزخانه بوز دولابه یخچال مطفاق دولابه کابینت و اجاکوار و گاز هست بالکن دا ساندالیه وار بالکن همون بالکن بالکن دا در بالکن ساندالیه صندلی ساندالیه. ساندالیه وار هست بالکن دا ساندالیه وار در بالکن صندلی هست باهچه میز چوک بیوک اما هاووز یوک باهچه یعنی حیات باهچه باهچه میز یعنی حیاتمون حیات ما مالکیت چک بویوک چک یعنی خیلی چک خیلی بویوک بزرگ خیلی بزرگه حیاتمون خیلی بزرگه اما هاوز یوک اما 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 یعنی اما هاوز یوک هاوز میشه استخر هاوز استخر محاووز یک یعنی نیست پس با چه میز چک بویو اما محاووز یک حیاتمون خیلی بزرگه اما استرخ نیست استرخ ندارم اوی میزی چک سویارم اوی میزی چک سویوروم اوی میزی خونمون رو خانه ما را چک سویوروم خیلی دوست دارم سویارم یعنی دوست دارم ابیمیزی چکسه خونمون رو خیلی دوست دارم اینم از این متنمون یکم متنمون داره بیشتر حرفی تر و پیشرفته تر میشه کلمات و اصطلاحات بیشتر و کاربردیتری تری هم داریم یاد میگیریم پس حتما حتما این متنا رو چند بار برای خودتون بنویسید دوره بکنید اصطلاحاتش رو استفاده بکنید و هر وقت من دارم صحبت میکنم برای خودتون میتونید استوب بکنید و اون رو تکرار بکنید این بهترین کاره که کامل تو ذهنتون بمونه حالا بریم چند تا سوال رو انجام بدیم با هم دیگه چند تا تمرین داشته باشیم اول یه نگاهی بندازید مثال اول خودش نوشته Birinci سرو اترما ادسنده کلتوک وار اترما ادسنده کلتوک وار اترما odası اتاق نشیمن اترما odası اتاق نشیمن میگه اترما odasında در اتاق نشیمن کلتوکوار موبل هست موبل هست پس در اتاق نشیمن موبل هست بخشای مختلف خونه رو بر شما نوشته جلوش چند تا نقطه گذاشته که در نزد یا همون داده تا رو مشخص کنین بنویسید و یه دونه در واقع جای خالی دیگه هم گذاشته که عکسش رو قرار داده یعنی اون وسیلهی که توی اون مکانه رو میخواد با توجه به چیزهایی که من الان گفتم بنویسید خب اول از همه این دیدا رو مشخص بکنید بعد با هم برگردید بخونیمشون خب دومین جمله ایک اینجا سر رو مطفاق جای خالی وار خب اول از همه که عکسمون چیه؟ یخچال یخچال چی میشد؟ بوز دولابه بوز دولابه خب مطفاک فک. که در آخرش که جزوه سرد حرفا هست بنابراین از ت و تا استفاده میکنیم آخرین حرف صدا دارش آ آ, آ کالنه پس بعدش کلون میاد یعنی تا میگیم مطفاک تا متفاق تا در آشپزخانه گفتیم یخچال میشه بوز دولابه بوز دولابه مطفق تا بوز دولابه وار تا بوز دولابه وار در آشپزخانه یخچال هست مطفق تا بوز دولابه وار او سرو سال سه سالون جای خالی وار عکسمون چیه؟ سه سه پا گفتیم به اون میزهای اصلی و میزهای کوچیک میگیم سه پا خب سالن آخرین حرف سرد هست یا نه نیست پس د دا سالون او داره آخرین حرف صدا دار او جزوه چیه کلن ها کلن با کلن یعنی دا سالون دا سالون دا خب گفتیم چی میشد اسم اینا سه پا سالون دا سه پا وار سالون دا. سه پا وار. در سالن میزه اصلی هست میزه کوچیک هست سالون دا سه پا وار جمله مطفاق جای خالی وار باز آشپزخونه میخوایم بگیم در آشپزخانه عکسمون یه چیز جدیدیه با هم یاد بگیریم قابلمه توی ترکی میشه تنجره تنجره مطفاق که سرد حرف ت تا آ در آخرین حرف صدا دارش کلنه با کلن میاد یعنی تا مطفاق تا در آشپزخانه تنجره بار تن ج ر بار مطفاق تا tencere var. Der aşpazhane kablame has. Tencere kablame. Hasiye dört diye birinci oturma odasında koltuk var. İkinci mutfakta buzdolabı var. 3. salonda sehpa var. Dördüncü mutfakta tencere var. این یکی سوالا رو با همدیگه انجام بدیم اینم هم دقیقا به همون صورت اومده کلمه رو نوشته خواسته د دا تا رو مشخص کنی و با توجه به اون عکسی که روبرود هست بیای جای خالی رو پر بکنی ممکنه یک کلمه جدید هم داخلش باشه فقط فقط شما د دا تا رو انجام بدید با توجه به آخرین حرف صدادار و با توجه به آخرین حرفش که سرد حرف هست یا نه پنجمین بانیو جای خالی نیست. بانیو بانیو یعنی حمام. بانیو حمام. میخوام بگیم در حمام وان نیست. وان توی ترکی میشه کووت کووت با هم بینویسیمش. بانیو آخرین حرف استرگاف نیست. آخرین حرف صدادار دار. O بعد از او kadın ne? yani? da. Banyo da. Banyo da. Derhamma. Kuvvet yok. Kuvvet yok. Banyo da. Kuvvet yok. Kuvvet mi şey van? Banyo mi şey hamma? Derhamma van nis. Kuvvet yok. Altıncı. Bahçe. Bahçe. چه آخرین حرف سرد حرف نیست ا آخرین حرف سدا دار یعنی اینجه د دا کدوم میاد د با چه د با چه د خب اسمش چی میشد این کموت میشد دولاپ دو لاپ با چه د دولاپ یوک با چه د دولاپ یوک در حیات کموت نیست bahçede dolap yok. Yedinci salon cay hali yok. Salon ahirin harfi sert harf miyiz? Ahirin harfi sedadar o kalını bardış kalın, -e, kalın yani da. Salonda da çi mi Esme taht? Yatak Salon da Yatak yok Salonda Yatak یک در سالن تخت نیست تخت خواب نیست پس این جمله ها این تمرین هایی که با هم داشتیم فقط و فقط میخواست وار و یک رو دوره بکنه و همچنین پسوند دبودایی که الان یاد گرفتیم رو بنویسیم و یک سری کلمات پرکاربرد مربوط به وسایل خونه و بخش‌های مختلف خونه رو یاد بگیریم یه دور دیگه بگیم بانیوداکووت küvvet yok. Bahçede dolap yok. Salonda yatak yok. خب حالا با توجه به اینکه ما الان یک پسند رو یاد گرفتیم میخوایم بریم یک سری صفات مختلف رو هم توی ترکیه یاد بگیریم که یکی از صفات مهم میتونیم به رنگها توی ترکیه اشاره بکنیم رنگها رنگ کلن به ترکی میشه رنگ 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 ها میشه رنگ لار رنگ لار رنگ ها بریم با دیگه چند تا از رنگ های کاربردی رو یاد بگیریم سیاه سیاه همون سیاه سیاه بیاز بیاز سفید بیاز یاز Mavi. Mavi. Abi. Mavi. Kırmızı. Kırmızı. Dermez. Kırmızı. Sarı. Sarı. Zerd Sarı. Yeşil. Yeşil. Yeşil saps yeşil saps bir bari siyah beyaz mavi kırmızı sarı yeşil kahverengi kahve rengi kahveyi kahverengi گری گری توسی خاکستری گری گری مر مر بنفش مر پمبه پمبه صورتی پمبه یادتون باشه کلمه پنبه فقط معنی صورتی میده معنی اون پنبه که تو فارسی میگیم رو نمیده اون خودش یه کلمه جداگونه داره پنبه صورتی لاجی ورد لا جی ورد. همون لاجی ورد. لاجهورد خودمون لاجی ورت تورونجو تورونجو نارنجی تو جو. نارنجی تورونجو یه بار دیگه کاه گری مور پمبه لاجی ورد ترونجو ما توی زبان ترکی صفات رو به این صورت نویسیم توی فارسی مثلا میگیم گل صورتی میگیم مثلا چشم آبی یا مثلا سیب سبز سیب قرمز اگر دقت بکنین ما توی فارسی اول اسم رو میگیم بعد صفت رو میگیم توی ترکی این قضیه دقیقا برعکس از توی ترکی ترکی استانبولی این دقیقا برعکس ما اول صفت رو میگیم بعد اسم رو میگیم چون رنگ ها هم صفات ساب میشن برای همین بریم با هم مثال بزنیم مثلا میخوام بگم بابونه زرد بابونه ی زرد بابونه توی ترکیه خیلی گل محبوبیه به خصوص برای دمنوش و چای ازش زیاد استفاده میکنه بابونه میشه پاپاتیا پا پات یا زرد رو الان یاد گرفتیم سر سا ر. میخوام بگم بابونه زرد تو ترکی میگم زرد بابونه میگیم پاپاتیا. سر پاپاتیا سر پاپات یا سر پا پاتیا مثال بعدیمون مثلا یشیل یا پراک یشیل یا پراک یعنی برگ یا پراک برگ یشیل الان یاد گرفتیم یعنی سبز یشیل یا برگ سبز تو فارسی میگیم برگ سبز تو ترکی میگیم سبز برگ یه شلیاب راک مثال بعدی مثلا ماوی گز ماوی گز ماوی آبی ماوی آبی گز چشم ماوی گز چشم آبی ماوی گز چشم آبی مثال آخر کرمزه کراز kırmızı, kiraz. Kırmızı, قرمز Kiraz, گیلاس Kırmızı, kiraz, گیلاس قرمز. پس به این صورت می نویسیم. پس یادمون باشه. هر صفت توی زبان ترکی استانبولی وقتی نوشته بشه اول میاد بعد اسمش نوشته میشه. دقیقا برعکس زبان فارسی. ساری پاپاتیا یشیل یاپراک ماوی göz, kırmızı کراز مثال دیگه مثلا بخوام بگم یه صفت های دیگه به جز رنگ ها میتونم بگم مثلا همون بچه باهوش بچه یه باهوش اکل چجوک اکل چجوک اکل باهوش چجوک بچه کودک اکل چجوک بچه باهوش میگیم باهوش بچه پس این هم از یک سری صفات هایی که ما باید یاد می گرفتیم بسیار کاربردیان و نحوه نوشتنشون و همچنین پسبند بسیار کاربردی ت، تا کلمات جدید رو حتما حتما چندین دور برای خودتون بنویسید تکرار کنید دوباره صدای من رو برای خودتون پخش بکنید و با من تکرار بکنید که کامل تو ذهنتون بمونه